سرخط مهمترین ها منبع سپوتنیک: طالبان از حضور گسترده دختران به مکاتب ترسیدن. پیام تازه احمد مسعود: حرف طالبان به ما تسلیمی و بیعت بود. قصر سفید: امریکا 100,000 مهاجر اوکراینی را میپذیرد. صف نظامی مقاومت به سرعت در شمال در حال گسترش است. مشروع خبرها، گزارش از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. منبع اظهار داشته است که مکاتب دخترانه به دلیل بسته است که طالبان از حضور گسترده دختران به مکاتب ترسیدند. با گزارش اسپوتنیک، خانم حسنی، یکی از معلمین لیسه نسوان قلعه زمانخان، در گفتگوی با اسپوتنیک گفت: من دیروز مکتب رفته بودم، 4 ساعت هم درس دادم. در بین ساعت درسی بود که اداره مکتب گفتند برای این از مکتب تا امر ثانی اجازه نیست که به مکتب بیایید. با گفته خانم حسنی، طالبان با بعضی از مکاتب تماس تلفنی برقرار کرده بودند و در بعض مکاتب خودشان رفته بودند. این معلم میگوید که حالت بسیار ناامیدی و مایوس بود. همه دانش آموزان و اکثر استادان گریه میکردند. خانم حسنی میگوید: صبح رفتیم، تمام شاگردها به بسیار خوشی آمده بودند، اما وقتی گفتند برای این زیاد سخت تمام شد. به نظر این معلم اینها همه بهانه ها است که میگویند حجاب را مراعات کنید یا نصاب تعلیمی را تغییر میدهیم. اگر همچون نظریه می داشتند، باید در جریان این 8 ماه در مورد همه برنامه ریزی میکردند. خانم حسنی معتقد است که طالبان از هجوم دختران به مکاتب ترسیدند و انتظار نداشتند که همه با این علاقمندی به مکتب بروند. الهه محمدی، یک تن از دانش آموزان صنف نهم، به اسپوتنیک گفت که من و تعداد زیاد از همصنفی هایم لباس های نو خریداری نموده بودیم و بسیار با شوق علاقه به مکتب رفتیم، اما وقتی گفتند که مکتب را ترک کنید برای ما خیلی دشوار تمام شد. این دانش آموز از طالبان می خواهد تا هر چی زودتر مکاتب را برای دختران باز کنند. پیام تازه احمد مسعود: حرف طالبان به ما تسلیمی و بیعت بود. آقای مسعود تأکید دارد که با درک تمام مسائل که سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاد، جنگ خود را متوقف ساخته است. به گزارش اسپوتنیک، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در پیام نوروزی خود میگوید که سال گذشته برخلاف انتظارها برای مردم افغانستان سال خوبی نبوده است. او گفت: متاسفانه سال گذشته برخلاف انتظار مردم افغانستان سال خوبی نبوده است. همه ما امیدوار به ختم و آمدن فضای صلح بودیم. متاسفانه به دلایل مختلف، از جمله عدم اراده درست طالبان به ختم جنگ، باعث از بین رفتن فرصت صلح شد. آقای مسعود تأکید دارد که با درک تمام مسائل که سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاد، جنگ خود را متوقف ساخته است. او اظهار داشت: با درک تمام مسائل به فیصله علمای کشور و به خاطر که ما آغازگر جنگ نباشیم، جنگ را ختم و استاد ساختیم. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در خصوص مذاکرات صلح با طالبان میگوید: متاسفانه حرفشان برای ما جز 2 مسئله چیز دیگر نبود، یک تسلیمی و دوم بیعت. حاضر به شنیدن رای حل که مشکلات اساسی افغانستان حل شود و میکانیزمی که بتوانیم با هم زندگی کنیم و فضای صلح ایجاد شود، متاسفانه برایشان وجود نداشت. احمد مسعود تاکید دارد که به طالبان به گونه همیشگی گفتند که افغانستان نیازمند به حکومت است که بر آمده از اداره مردم باشد و نظام است که مشروعیت از مردم گرفته باشد، نه از بیرون. ولی طالبان این مسئله را نپذیرفتند و حرفشان ادامه جنگ بود. آقای مسعود می افزاید که جنگ بالایشان از سوی طالبان تحمیل شد و جبهه مقاومت به خواست مردم شکل گرفت و مبارزه خود را همچنان در مقابل هر نوع استبداد و اشغال ادامه می دهد. آقای مسعود با اشاره به سایر گروه ها گفت: گروه های دیگر قدم علم کردند، در کنار استقبال از آنها اعلام حمایت کرده، همگانی و اتحاد تمام مردم افغانستان را نیاز اساسی پیروزی بر استبداد و تاریکی می دانم.
رهبر جبهه مقاومت تاکید دارد که همکاری طالبان با دیگر گروه تروریستی کاهش نیافته است و افغانستان امروز خانه امن به تروریست‌های جهانی تبدیل شده است. او گفت ما اطلاعات و گزارش‌های دقیق داریم که در پرتو حمایت طالب گروه تروریستی مانند القاعده مراکز آموزشی خود را گسترش، سربازگیری خود را بیشتر و فعالیت خود را گسترده‌تر ساخته است. آقای مسعود هشدار می‌دهد که تبدیل شدن افغانستان به پایگاه تروریسم خطر جدی به منطقه و جهان خواهد بود. همچنان از کشورهای منطقه و جامعه جهانی می‌خواهد که توجه جدی به وضعیت کنونی افغانستان داشته باشند. یاسین ضیا با مارشال دوستم در ترکیه دیدار کردند به خاطر ایجاد یک صف واحد در مقابله با طالبان. گزارش از رسانه‌های کابل. قصر سفید، آمریکا 100 هزار مهاجر اوکراینی را می‌پذیرد. گزارش از صدای آمریکا. قصر سفید اعلام کرده است که ایالات متحده آمریکا 100 هزار اوکراینی و دیگر کسان را می‌پذیرد که از تهاجم روسیه بر اوکراین فرار می‌کنند. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در وبسایت قصر سفید نشر شد، آمده است که این طرح بخشی از بسته مساعدت بشری 1 میلیارد دلاری آمریکا برای کمک به کسانی است که از جنگ روسیه در اوکراین متاثر شدند. قصر سفید گفته است که در حالی که اکثر اوکراینی ها می خواهند در اروپا و در نزدیکی خانواده ها و کشورشان باقی بمانند، آمریکا از طریق برنامه پذیرش مهاجرین ایالات متحده از مهاجرین و دیگر کسان استقبال می کند که از راه های قانونی به آمریکا می آیند. در این بیانیه آمده است که ایالات متحده همچنان در صدد گسترش و ایجاد برنامه‌های جدید است که به اوکراینی‌هایی که اعضای خانواده‌هایشان در ایالات متحده مقیمند تمرکز دارند. قصر سفید گفته است که حکومت ایالات متحده با اتحادیه اروپا هماهنگی می‌کند تا تلاش‌ها را برای کمک به مهاجرین و فراهم آوری کمک‌های بشری کمک و گسترش ببخشد. بیانیه قصر سفید آگاهی است که بسته جدید کمک بشری شامل وجوه برای تضمین از امنیت غذایی، سرپناه، آب آشامیدنی پاک، تدارکات صحی و طبی و دیگر اشکال مساعدت‌ها برای کسانی است که از تهاجم روسیه متاثر شدند. در بیانیه قصر سفید آمده است که این بسته کمکی در برگیرنده 320 میلیون دلار اضافی برای دموکراسی و حقوق بشر برای اوکراین و همسایگان این کشور می باشد. بر اساس بیانیه قصر سفید، از 24 فوریه تا حال ایالات متحده بیش از 123 میلیون دلار را برای کمک به کشورهای همسایه اوکراین به ویژه پولند، هنگری، مولدوفا و جمهوری سلواک فراهم کرده است که میزبان میلیون ها واره و فراری جنگ اوکراینند.